چند سال پیش ادوارد اسنودن کارمند رسمی NSA آمریکا به روسیه پناهنده شد و نشون داد که نشنال سکیوریتی ایجنسی چطوری از آمریکایی‌ها و مردم سراسر دنیا جاسوسی میکنه. بعد از این اتفاق اسنودن به عنوان شخصی که در مورد آزادی و لزوم حفاظت از حریم خصوصی صحبت میکنه حسابی معروف شد. خیلی از افراد اسنودن رو فالو میکنن و به توصیه‌ای که درباره ابزارها و نرم افزارهای امنیتی میکنه عمل میکنن، اما بسیاری از افراد به نرم افزار اصلی و پایه که همون سیستم عامل هست توجهی نمی کنه. اسنودن درباره سیستم عامل هم صحبت کرده و اونطوری که خودش میگه همیشه از دو تا سیستم عامل خاص استفاده میکنه. اگر دوست داری بدونی این سیستم عامل ها چیان، تو این اپیزود با من همراه باش. قطعاً یکی از این سیستم عامل ها ویندوز نیست. درسته که ویندوز محبوب ترین و پرکاربردترین سیستم عامل دسکتاپه، اما اصلا برای حفاظت از حریم خصوصی ساخته نشده. مثلا ویندوز 10 اطلاعات خیلی زیادی را از کاربر جمع‌آوری می‌کنه و اونطور که مایکروسافت ادعا می‌کنه از این اطلاعات برای توسعه ویندوز استفاده میشه. مک هم وضعیت خیلی خوبی نداره. درسته که از نظر امنیتی یه مقدار از ویندوز بهتره، اما خب در هر صورت اپل کمپانی آمریکاییه و مهمتر از اون سورس مک در دسترسی است که بشه تحلیل کرد و ببینیم که توی مک چه خبره. حالا واقعا اسنودن از چه سیستم‌عامل هایی استفاده میکنه؟ سال 2013 اسنودن از سیستم‌عاملی به اسم تیز که یکی از توزیع‌های لینوکس برای ارتباط با ژورنالیست ها استفاده میکرد. مهمترین ویژگی این سیستم‌عامل اینه که میشه اون رو روی یک فلش یا دیویدی ران کرد، یعنی اصلا نیازی نیستش که بخوایم اون رو به عنوان سیستم‌عامل رزیدنت روی کامپیوترمون نصب کنیم. و خفن‌تر از اون اینه که زمانی که کار ما با سیستم عامل تمام میشه و فلش رو از کامپیوتر جدا میکنیم، تمام کارهایی که تو دل سیستم عامل انجام دادیم فراموش میشه، پاک میشه، به تاریخ میپیونده، انگار که اصلا وجود نداشته. بنابراین تیلز بهترین سیستم عامل برای ناشناس موندن یا انانیمیتیه. ما قبلا یه ویدیو جذاب درباره تیل ساختیم، نحوه نصب و استفاده از اون، لینکش این بالا میذارم، دوست داشتید حتما ببینید. سال 2016 اسنودن یه سیستم عامل دیگه به اسم کوبز او اس رو هم معرفی و توصیه کرد. کوبز او اس با مکانیزم امنیتی خیلی خاصی که داره احتمالاً امن‌ترین سیستم عامل دنیا باشه. روش کار کوبز او اس اینطوریه که فضای کاری هر کدوم از نرم افزارها و سرویس ها رو کاملاً از هم ایزوله و جدا میکنه و هر کدوم از سرویس ها و نرم افزار ها توی یک محیط کاری مجزای از همدیگه اجرا میشن. بنابراین اگر یه نرم افزار یا سرویس خاصی به خاطر وجود باگ یا به خاطر وجود یک حفره امنیتی هک بشه، هکر تو همون محیط ایزوله گیر میکنه و نمیتونه به بقیه اپلیکیشن ها و سیستم عامل رزیدنت دسترسی داشته باشه. به هر کدوم از این محیط های ایزوله یک کوبز گفته میشه و کوبز ها بر اساس اهمیت و ضریب امنیتی که دارن توی رنگ های متفاوتی طبقه بندی میشن. توی هر کدوم از این کوبز ها میشه نرم افزار های سیستم عامل های مختلف مثل فدورا، دبیان یا ویندوز رو حتی ران کرد. با خاطر همین شاید بعضی از افراد بخوان از سیستم عامل های پرکاربردی مثل ویندوز به کوبز او اس مهاجرت کنن. این حرکت بدی نیست، اما باید توجه کنیم که کوبز با وجود ضریب امنیتی بسیار بالایی که داره پیچیدگی های خاص خودش رو هم داره و شاید توی شروع کار کردن با کوبز او اس به این راحتی ها نباشه. بنابراین اگر کارهایی رو انجام میدین که خیلی نیازی به مراقبت از حفظ حریم خصوصی و ناشناس موندن نداره، میتونیم با خیال راحت از همون سیستم عامل های مرسوم مثل ویندوز استفاده کنیم. نهایتا میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم: اگر به یه سیستم عامل احتیاج دارین که هویت شما رو کاملا مخفی کنه و بعد از مثلا دسترسی به دارک وب یا بعضی از وبسایت‌های اینترنت ردپای شما کاملا پاک بشه و اثری از اونها باقی نمونه، از تیلز او اس استفاده کنید. اگر هم می‌خواید امن‌ترین سیستم عامل دنیا رو داشته باشین که تا حد بسیار زیادی نفوذناپذیر و غیر قابل هک شدن باشه، کوبز او اس بهترین گزینه است. هر دوتا این سیستم عامل ها رایگان هستن و بالاترین سطح امنیت رو برای شما فراهم میکنن. ما قبلا ویدیوی نصب و ستاپ هر دوتا این سیستم عامل ها رو ساختیم. خب لینک دسترسی به ویدیو تیز رو توی دیسکریپشن میذارم. درباره کوبز او اس هم ویدیو کامل نصب و ستاپ اولی اون ساخته شده، لینکش اینجا هست، دوست داشتید حتما ببینید. و در آخر اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین. خیلی خوشحالیم که شما را داریم. بدرود.